چند هفته پیش آقای رحیم معینی کرمانشاهی شاعر معروف درگذشت. ما چون برنامه ها رو چند هفته جلوتر ضبط میکنیم، یادی از ایشون به امروز افتاد، ولی به هر حال انقدر تمام مدیاهای مختلف درباره این مرد دوست داشتنی، مطبوع و هنرمند صحبت کردند که خب میشد یه مقداری بنده دیرتر صحبت کنم. اولین باری که من یک احترام خاص نسبت به آقای معینی کرمانشاهی پیدا کردم، وقتی بود که آقای ستار، خواننده خیلی معروف، ترانه عجب صبری خدا دارد رو خوند. نمیدونم شماها این ترانه رو شنیدید یا نه. اگر نشنیدید من توصیه میکنم حتما بشنوید. یک ترانه است با صدای بسیار زیبای ستار، با آهنگ بسیار زیبایی که روش ساخته شده و شعری از معینی کرمانشاهی. من چون استعداد فهم شعرم خیلی زیاد نیست، معمولا شعر زیاد نمیخونم، مگر اینکه رومن چنان اثری بگذاره که برم دنبالش، و این ترانه واقعا همین اثر رو روی من گذاشت. متاسفانه سه هفته پیش آقای رحیم معینی کرمانشاهی، شاعر، نقاش، ترانه‌سرا و اصولاً آدم خوب، در سن 90 سالگی در بیمارستان جام جم تهران زندگی رو به درود گفت. بعد از حادثه 1357 معینی کرمانشاهی تقریباً خودش رو به انزوا کشید. تا اونجا که من میدونم هیچ ترانه خاصی بعد از این ماجرا نساخته است. حتی این اواخر عمر با پادرمیانی نوش دو سه تا ازش مصاحبه در چند نشریه مختلف در داخل ایران و خارج ایران ازش چاپ شد. خب طبیعی است که آدمی بود، صلاحیت داشت درباره شعر، شعر نو، شعر جدید، شعر زمان ما صحبت بکنه و کرد. یکی از این چند مصاحبه در فصلنامه رهاورد در آمریکا چاپ شد. آقای معینی کرمانشاهی از یه نظر به خانواده حکام دوره قاجار تعلق داشت، برای اینکه پدرش به علت آشنایی و نزدیکی با آقای فرمانفرمایان مدت کوتاهی حکومت فارس رو به عهده داشت و یک بار فرماندار یا حاکم استان یا شهری شدن کافی است که اسم شما رو جزو حکام سلسله قاجار ثبت بکنه. ولی خود معینی کرمانشاهی اصلا روحیه حاکم، قلدری، فرمان روایی نداشت. لطیف فکر میکرد، لطیف شعر میگفت و لطیف با دوستانش رفتار میکرد. من متاسفانه جزو دوستان نزدیک آقای معینی کرمانشاهی نبودم و آقای معینی کرمانشاهی رو در تمام طول عمرم فقط دو بار دیدم و هر دو بار به یک مناسبت جالب. اولین باری که من ایشون رو دیدم ماجرایی داشت به این ترتیب که من یکی از دوستانم عضو شورایی بود که به فیلم‌های مختلف رو می‌دیدن و یا مجوز نمایش می‌دادن یا نمی‌دادند. و این اغلب برای من تعریف می‌کرد از
فیلم هایی که آمده است اونجا برای طلب اجازه پخش و اونجا به مانع برخورد شده بر اساس آیین‌نامه هاشون و نمایش داده نشد. یه بار من از این دوستم خواهش کردم که این بار که فیلمی از این نوع نمایش میدهند من علاقمند هستم که قبل از اینکه سانسور بشه ببینم این فیلم رو، فقط برای اینکه فضا دستم بیاد، وگرنه و نه بازیکن فیلم هستم و نه سینمایی چی هستم، فقط میخوام ببینم که فضای سانسور در شورا چی هست. در هفته بعد ایشون به من تلفن کرد و گفت که یکی از این نمایش ها فیلم ها داریم نمایش میدیم، شما میتونید بیایید. و من رفتم. اون موقع این شورا در محل شهربانی کل انجام شد، تشکیل میشد. در اونجا که رفتم یک آقای رو دیدم با موهای سفیدی که دور سرش خیلی حاله بسته بود، یعنی موهاش خیلی بلند بود نسبت به سر و هیکلش، و دوستم ایشون رو به من معرفی کرد به نام آقای معینی کرمانشاهی که نماینده وزارت اطلاعات بود در اون شورا. ما به دلیل اینکه هر دوتامون به هر حال عضو یک سازمان بودیم مدتی با هم حرف زدیم. من نمیدونم ایشون چه برداشتی از من برای خودش حاصل کرد، ولی من شخصا ازش خیلی خوش آمد و من متاسفم که واقعا به دلیل اینکه شعر خوب نمیفهمم از خوندن شعرهاش محروم شدم. ما مدت اونجا صحبت کردیم، بعد فیلم رو تماشا کردیم. نکته جالب این است که یک از اون قسمت‌هایی رو که اونها به عنوان اینکه باید سانسور بشه علامت گذاشته بودن، من خواهش کردم که آقا اینو بذارید باشه برای اینکه هیچ ضرر خاصی ندارد، نه از نظر سیاسی، نه از نظر اخلاق عمومی و نظایر اینا. و حالا به هر دلیلی بود خواهش بنده رو پذیرفتن و اون تیکه رو حذف نکردن. دفعه دومی که من آقای معینی کرمانشاهی رو دیدم، اونم در یک شرایط بسیار خاص بود. روزی بود که من رفتم، نزدیکای ظهر بود، به رادیو، اداره رادیو در میدان ارک، و رفتم به طرف ساختمان استودیو بزرگ و اونجا دیدم که یک عده خیلی زیادی که غیر معمول بود در اتاق آقای مهدی برادران قاسمی جمع شدن و من هم خواه نخواه رفتم ببینم چه خبره. رفتم اونجا و دیدم که آقای معینی کرمانشاهی و آقای مهدی سهیلی دو نفری مشغول مشاعره هستند. این را من اضافه کنم که اسم آقای مهدی سهیلی به کلی یادم رفته بود و امروز آقای احرار که طبق معمول حافظه منفصل بنده است اسم ایشون رو یاد من انداخت. به هر حال این دوتا داشتن مصاحبه میکردن. ظاهرا مشاعره از یک ساعت پیش شروع شده بود و تقریبا اواخرش بود و بحث بر سر کاری بود که آقای مهدی سهیلی و یکی دو نفر دیگر معتقد بودند که از طرف آقای معینی کرمانشاهی تقلب شده و او میگفت که نه. موضوع عبارت از این بود که وقتی که شعر خاصی یادش نمیافتاد آقای معینی کرمانشاهی برای اینکه جواب آقای مهدی سهیلی رو بدهد، از خودش شعر میگفت، شعر درست، و آقای مهدی سهیلی قبول نمیکرد، میگفت که این شعر درست نیست. آقای معینی کرمانشاهی استدلال دیگر میکرد، میگفتش که اگر این شعری رو که من الان گفتم تو یک جایی چاپ بشه و یک نفری در یک مشاعره از جمله در برنامه مشاعره رادیو مصرف بکند، شما بهش اعتراض میکنید؟ گفت نه، برای اینکه خب بالاخره چاپ شده است و همه میدونن. که خب فکر کنید که بنده یکی از اون آدم ها هستم، به جای اینکه چاپ بکنم در حضور شما گفتم این شعر رو و
به جای اینکه بعداً مشهور بشه در حضور شما مشهور میشه و قبول هم باعث بشه. حضار قبول کردند حرفش رو و او در این مشاعره دوستانه‌ای که در اون اتاق تشکیل شده بود برنده شد. این تنها دو موردی بود که من آقای مهینی کرمانشاهی رو دیدم. اما به هر حال آدم باذوق، آدم باذوقی، یعنی اهم از این که شما اهل شعر باشید یا نباشید، به هر حال حضور خودش رو در عالم هنر و ادب به هر حال به شما تحمیل میکنه. البته کلمه تحمیل یک کمی سنگینه، چون آقای معینی کرمانشاهی هرگز اسم خودش رو به من تحمیل نکرد، بلکه به عالم ادب و شعر تحمیل کرد و من به عنوان یک ایرانی از اینکه هموطن من شاعر نامداری است طبیعتا خوشحال شدم. چند هفته پیش در همین برنامه معروض داشتم که ایران دو انتخابات مهم در پیش دارد: انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی که همزمان در اسفند ماه انجام می شود. و افزودم نقش مجلس خبرگان در دوره آینده از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که محتملاً برگزیننده ولی فقیه یا به عبارت دیگر جانشین آیت الله خامنه‌ای خواهد بود. از هم اکنون رفسنجانی و گروه موسوم به اصلاح طلبان برای انتقال میراث بنیانگذار جمهوری اسلامی به نوه‌اش سید حسن خمینی مشهور به یادگار گرامی امام دست به کار شدند و زمانی که رفسنجانی عنوان علامه را برای نوه امام به کار برد سخت هدف حمله قرار گرفت و به وی اخطار شد در خانه بخسبد و بیش از این انقلاب و نظام را زحمت ندهد و الا ملت به حسابش خواهد رسید. متعاقبا مهدی هاشمی پسر آیت الله هاشمی محاکمه و به 8 سال حبس محکوم شد تا سیاست ورز کبیری بداند اخطارها جدی است و اگر لازم آید خودش را هم با پرونده قطورتری به محکمه خواهند کشانید. این مطالبی بود که چند هفته پیش به عرضتون رساندم. با همه این احوال در طول هفته های اخیر جنگ و جدل بین کوفه و شام صورت جدیتری به خود گرفته است. هاشمی رفسنجانی در دیدار با دانشجویان دکترای رشته علوم سیاسی اظهار داشت انتخابات اسفند ماه سرنوشت سازترین انتخابات در تاریخ انقلاب است و وقتی درباره کاندیداتوری خودش از وی سوال شد پاسخ داد من هم انشاءالله می آیم. در این دیدار رفسنجانی از جایگاه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می گفت، حالان که مقام معظم رهبری حالا دیگر نه چنین مجمعی را مرجع تشخیص مصلحت نظام می شناسد و نه برای رئیس آن اعتبار و احترامی قائل است. در جلساتی که به مناسبت‌های مختلف
تحت ریاست مقام معظم رهبری تشکیل می شود و مقامات حکومتی بر حسب مرتبه و مقام در یمین و یسار ایشان می نشینند، اثری از آیت الله هاشمی رفسنجانی دیده نمی شود. به همین کیفیت حجت الاسلام حسن روحانی هم که به عنوان رئیس جمهوری عضو ارشد مجمع تشخیص مصلحت محسوب می شود، در جلسات مجمع حضور پیدا نمی کند. پس مجمع تشخیص مصلحت نظام کشک خودش را می ساید و تبدیل شده است به حیات خلوت بازندگان بازی قدرت. دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران و مشاور نزدیک هاشمی رفسنجانی در دولت سازندگی، که اکنون نقش سخنگو و مدافع به قول خودش سیاست ورز کبیری رو ایفا می کند، در روزنامه جدید الانتشار وقایع اتفاقیه نوشت: آیت الله اکبر رفسنجانی در جدیدترین اظهارات خود از اعلام حضور در انتخابات خبر داده است. اینکه ایشان برای انتخابات مجلس خبرگان قصد نامزدی دارند از قبل نیز قطعی شده بود، چرا که آقای هاشمی برای آینده نظام به شدت دغدغه دارد و نگرانی ایشان باعث می شود تا نتوانند با وجود تمام توهین ها و حملاتی که به ایشان می شود ساکت بمانند. هاشمی رفسنجانی طبق نوشته آقای دکتر زیبا کلام، تا روزی که زنده است و نفسش می آید و می رود برای انقلاب احساس وظیفه و خطر می کند و هر بار خود را به آزمون مردم می سپارد. احساس خطر بزرگ ایشان در حال حاضر این است که مجلس خبرگان در 6 سال آینده به دست عده‌ای خاص نیفتد که معلوم نیست چه می‌خواهند. به همین دلیل قصد وی این است که حتماً علاوه بر اینکه خود در انتخابات خبرگان شرکت کند، افراد و اشخاص میانه‌رو و همفکری مانند سید حسن خمینی، حسن روحانی، مجید انصاری و افراد دیگری هم که به بنیانگذار انقلاب اسلامی نزدیک بودند در مجلس خبرگان باشند تا بتوانند در برابر این افراد خاص مقاومت کنند و نگذارند افراد غیر معتدل مسائل کشور را پیچیده تر و دشوارتر کنند. دکتر زیبا کلام احتمال رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی رو نیز برای ممانعت از ورود او به مجلس خبرگان محتمل می داند، ولی معتقد است حتی در آن صورت رفسنجانی می تواند مردم را به صحنه بکشاند و راه بر آن عده خاص ببندد. بدین سان می‌بینیم که دیگر جای پرده پوشی باقی نمانده است. شکاف آشکار و جدال جدی شده است یا جدی‌تر. چنان که در جناح مقابل مقام معظم رهبری نیز هر روز گروهی از سپاهیان لشکری و کشوری خود را به حضور می‌خواند و به آنها تفهیم می‌کند که در انتخابات آینده چه نقشی دارند و تعلیم می‌دهد که از چه سلاحی
باید برای تسخیر دو مجلس استفاده کنند. دیدار با بسیج و مکلف ساختن بسیجیان به مقابله با نفوذی ها طبعا در این سفارایی معنی خاص خود را داشت. این دیدار اخیرا صورت گرفت. خب در این میان نقطه ابهام نقش دولت تدبیر امید و کیفیت برگزاری انتخابات است. زیبا کلام در مقاله خود از حسن روحانی همراه با سید حسن خمینی و مجید انصاری به عنوان کسانی که می توانند در برابر آن افراد خاص مقاومت کنند نام برده است. دولت روحانی از بد و امر وعده داده است که انتخاباتی سالم و بی‌خدشه برگزار کند و سوراخ‌هایی را که برای رخنه کردن در صندوق‌های رأی وجود دارد ببندد. همچنین سدهایی مانند رد صلاحیت رو که مانع حائزین شرایط برای ورود به صحنه انتخابات است و حتی پس از پیروزی در انتخابات راهشون رو برای ورود به مجلس می‌بندد از سر راه بردارد. وزیر کشور در این مورد قول قطعی داده و بر سر بعضی مسائل با شورای نگهبان درگیری داشته است. گفته او مبنی بر اینکه وزارت کشور در انتخابات نقش دست را دارد و شورای نگهبان نقش چشم را، که در معنا وظیفه دست کارگردانی انتخابات است و وظیفه چشم منحصراً نظارت بر جریان انتخابات، بلافاصله با جبهه‌گیری شورای نگهبان روبرو شد و مقام معظم رهبری به نوبه خود بر نقش 100% شورای نگهبان تأکید کردند و فرمودند شورای نگهبان هم چشم است و هم دست. حالا باید منتظر بود و دید دست و چشم هر کدام در انتخابات اسفند ماه آینده چه اندازه تأثیر دارند و چه نقشی ایفا می کنند، با هم یا بر هم. در تاریخ 4 ژوئیه سال 1054 میلادی ستاره‌ای در آسمان ظاهر شد که قبلاً وجود نداشت. پدیدار شدن این ستاره را اخترشناسان دربار امپراتور چین رنزونگ از دودمان سونگ ثبت کردند. نور این ستاره که در نقطه معینی از همپیکرش یا صورت فلکی گاو یا سور ظهور کرده بود، رفته رفته بیشتر شد تا جایی که 4 برابر از درخشانترین اختر آسمان یعنی زهره یا ناهید درخشانتر می نمود. چنان درخشان بود که به مدت 23 روز حتی در روز هم دیده می شد. اخترشناسان چینی هر شب آن را می نپاهیدن و تغییرهای آن را به دربار گزارش می کردن. این ستاره به مدت 653 شب یعنی بیش از 1 سال و 9 ماه در آسمان درخشید و رفته رفته ناپدید گردید. این رویداد اختری را ژاپنی ها و کره ای ها هم ثبت کردند. چیز بسیار شگفت انگیز این است که این رویداد که در سراسر نیمکره شمالی دیده میشد
به هیچ روی توجه اخترشناسان اروپایی را جلب نکرد و در هیچ اثری به آن اشاره نشد. همچنین این ستاره کنجکاوی اخترشناسان به اصطلاح عرب یا اسلامی را برنیانگیخت. ناممکن است که اروپاییان و مسلمانان چنین چیزی را ندیده باشند. ستاره‌ای که از که نزدیک به یک ماه درخشانتر از ناهید بوده، آن هم در فصل تابستان، نمیتوانسته نادیده بماند. درباره این که چرا اروپاییان سده 11 و اخترشناسان مسلمان این پدیده را ندیدند، بسیار بحث شده است. نکته‌ای که همه این بحث‌ها بر آن انگشت گذاشتند این است که این چرایی ریشه در جهانبینی اروپاییان سده های میانه و مسلمانان دارد. این دو فرهنگ انگیزه‌ای برای دیدن چنین پدیده‌ای نداشتند. به سخن دیگر، آنها چیزی را می‌دیدند که می‌خواستند ببینند. جهانبینی اختری اروپاییان زیر تسلط اندیشه‌های ارسطو و مدل زمین مرکزی بطلمیوس بود. بنابر آموزه‌های ارسطو، آسمان قلمرو پاکی و ناآمیختگی است. آسمان جاویدان و دیگرگونی ناپذیر است. با اینکه ارسطو می‌دانست که گاهی دنباله‌دارها در آسمان پدیدار می‌شوند و آن را تغییر می‌دهند، معتقد بود که دنباله‌دارها چیزی جز پدیده‌های جوی نیستند و به فلک ستارگان که دیگرگونی ناپذیر است بستگی ندارند. در این جهان بینی انسان به دنبال یافتن تغییرها نیست. در این جهان بینی هیچ چیز نباید تغییر کند. اخترشناسی و فلسفه در جهان اسلام کاملا زیر سلطه اندیشه های ارسطو و مدل بطلمیوس بود. همه کوشش اخترشناسان مسلمان این بود که کاستی های مدل بطلمیوس را ترمیم کنند، حالان که این کار بی سرانجام و اصلا ناممکن بود، چون مدل بطلمیوس از پایه غلط بود، زیرا زمین را مرکز گیتی می دانست. در برابر چینی ها معتقد بودند که میان زمین و آسمان رابطه برقرار است. بنابر باورهای تائوئیست، قدرت امپراتور را آسمان به او داده است. در فرهنگ چینی اخترشناسان بخش مهمی از دربار را تشکیل می دادند. آنان می بایست همیشه آسمان را بنپاهند در جستجوی نشانه هایی که برای امپراتور و کشور پیام ویژه‌ای در بر داشته باشند. از همین روی چینی ها نزدیک به 3000 سال تغییرهای آسمان را نپاهیدند و در دفترها ثبت کردند. در این مدت 1600 خورشید گرفتگی و 1100 ماه گرفتگی را ثبت کردند که داده های بسیار مهمی هستند. ظاهر شدن دنباله‌دارها و ستارگانی را که در آسمان وجود نداشتند ثبت کردند. به این اختران که گاه پیدا می شدند ستاره مهمان که سینگ می گفتند. 1000 سال پیش از اروپاییان پی بردند که دم دنباله‌دارها همیشه در سوی عکس خورشید است و آن را به نیروی تابشی خورشید شی نسبت دادند. امروز می دانیم که این کاملا درست است. چینی ها همچنین پی برده بودند که روی خورشید گاه لکه هایی پیدا می شوند. پس چینیان برخلاف اروپاییان و مسلمانان بسیار علمی تر با آسمان برخورد می کردند، هرچند که نپاهش ها را با خرافه و اخترگویی استرولوژی در می آمیختند و آنها را در خدمت تبلیغات سیاسی و اقتدار امپراتور به کار می گرفتند. به هر حال این رویداد در هیچ متن اخترشناختی اروپایی و مسلمان ثبت نشد. با این همه پزشکی به نام ابن ابی قصیبه که در سده 13 یعنی 200 سال پس از آن رویداد در دمشق میزیسته، در متنی به آن ستاره اشاره کرده است. او از قول ابن بطلان، پزشکی مسیحی که در زمان پدیدار شدن آن ستاره میزیسته، نقل میکند که یکی از بلاهای بزرگ زمانی رویداد که ستاره غریبی در سال 446 هجری در آسمان پیدا شد. در پاییز آن سال 14000 تن از طاعون و وبا در قسطنطنیه مردند. پس از آن هم وبا در نیمه سال 447 بیشتر مردم فستاد قاهره را کشت.
پس میبینیم که ابن بطلان برخلاف چینی ها که تغییر روز به روز آن ستاره را مینپاهیدند، تنها به خرافات میان رابطه آن ستاره و آمدن وبا اهمیت داده است. هنگام پدیدار شدن این ستاره خیام 6 ساله بود. اگر این رویداد تأثیر بسیار بر مردم گذاشته بود، میبایست سالها زبانزد مردم میبود و به گوش او هم میرسید. در آن زمان کسانی چون ناصر خسرو که 50 ساله بود، یا خواجه نظام الملک که 44 سال داشت، یا ابوالفضل بیهقی 23 ساله در باره بسیاری چیزها می نوشتند، ولی در این باره چیزی از آنها بیادگار نمانده است. این همه شاعر ریز و درشت داریم که در باره بسیاری چیزها هزاران بیت سرودند، ولی این پدیده چندان توجه آنها را جلب نکرده است. گویی همه از اشاره به این رویداد هراس داشتند. شاید میپنداشتند که چنین ستاره‌ای بدشگون است و باید از آن گریخت. اروپاییان تا پس از باززایش یا رنسانس، به ویژه انقلاب بزرگ فرانسه در سده 18 از این نپاهش‌های اختری چینیان ناآگاه بودند. یکی از پیشگامان ترجمه متن‌های اخترشناختی چینی ژان باتیست بیو بود. او همان کسی است که برای نخستین بار ثابت کرد که شخانه‌ها یا سنگ‌های آسمانی از آسمان می‌افتند، و من در برنامه گذری و نظریه 56 درباره‌اش سخن گفتم. این را داشته باشید. پس از اختراع تلسکوپ در سده 17 انسان توانست در سراسر آسمان براختها یا ابژه‌های ابرمانندی را ببیند که از گاز درست شده‌اند و به آنها سحابی یا میغ می‌گویند. تا آغاز سده 20 نمی‌دانستیم که این میغ‌ها که منشأ‌های گوناگونی دارند چه هستند. در نیمه سده 19 لورد راس انگلیسی بزرگترین تلسکوپ بازتابی آن زمان را ساخت که 1.80 متر قطرش بود. در آن زمان هنوز عکس برداری با تلسکوپ ممکن نبود. شکل یکی از این میخا که لورد راس با دست روی کاغذ کشیده بود به خرچنگ میمانست. از این رو این میخ میخ خرچنگ نام گرفت. 80 سال بعد که عکس برداری با تلسکوپ به کار گرفته شده بود، اخترشناسی آمریکایی که به مدت 10 سال عکس‌های فراوانی از میغ خرچنگ گرفته بود، پی برد که این میغ هر چه زمان می‌گذرد بزرگتر می‌شود. یعنی در حال گسترش یا انبساط است. و با محاسبه‌ای تقریبی به این نتیجه رسید که این گسترش باید 900 سال پیش آغاز شده باشد. ادوین هابل نخستین کسی بود که در سال 1921 پیشنهاد کرد که میغ خرچنگ باید با ستاره‌ای پیوند داشته باشد که چینیان در سال 1054 دیده بودند. با اینکه میغ خرچنگ در همان نقطه‌ای دیده می‌شد که ستاره چینیان پدیدار شده بود، اختر فیزیکدانان این برهمفت یا انطباق را تصادفی دانستند، چون دلیلی علمی برای ربط دادن آنها به هم نداشتند. اخترشناس آمریکایی دیگری با بکار بردن بینابنگار سرعت نقطه‌هایی از گاز خرچنگ را اندازه گرفت و پی برد که سرعت گسترش گاز به رقم سرسام‌آور 1000 کیلومتر در ثانیه میرسد. او همچنین فاصله میغ خرچنگ را تعیین کرد، هزاران سال نوری. او هم گفت که میغ خرچنگ باید بازمانده انفجار ستاره‌ای باشد که در سال 1054 چینی ها دیدن. 11 سال بعد دو اختر فیزیکدان، والتر باده و فریتز سویکی، توانستند با قانون‌های فیزیکی این پدیده را توضیح دهند. امروز می‌دانیم که ستارگان برخلاف آنچه ارسطو می‌پنداشت دگرگونی می‌یابند و جاویدان نیستند. ستارگان کارخانه‌های فراورش بنپارها یا عنصرهای شیمیایی‌اند. ستارگان عادی از نوع خورشید هیدروژن را به هلیوم تبدیل می‌کنند و هلیوم را به کربن. سپس 10 تا 100 برابر بزرگتر می شوند و لایه‌های بیرونی خود را به فضا پرتاب می کنند و با گذشت از پدیده‌های خاموش می شوند. ولی این در مقایسه با آنچه برای ستارگان پرجرم روی می دهد هیچ است. این ستارگان که جرمشان دست کم 10 برابر از جرم خورشید بیشتر است، می توانند بنپارهای شیمیایی تا آهن را در درون خود پدید آورند، ولی نمی توانند آهن را به عنصر دیگری تبدیل کنند.
پدیده های فیزیکی شگرفی در ستاره روی میدهند و ستاره منفجر میشود. این انفجار ستارگان از شدیدترین و پر انرژی ترین پدیده هایی است که در گیتی روی میدهند. ستاره تابندگی خود را صدها میلیون تا میلیاردها برابر افزایش میدهد و گازهای خود را با سرعت 30,000 کیلومتر در ثانیه 1/10 سرعت نور به بیرون پرتاب میکند. چنین رویدادی را ابرنو اختر سوپرنووا مینامند. ستاره‌ای که در آسمان دیده نمی‌شده با آغاز فراروند انفجار رفته رفته درخشانتر می‌شود و پس از 15 تا 25 روز به تابندگی بیشینه می‌رسد. سپس آهسته آهسته کم نورتر می‌شود و پس از ماه‌ها ناپدید می‌گردد. منحنی تغییر نور این ستارگان آکنده است از اطلاعات فیزیکی. نپاهش و مطالعه آن برای شناخت ما از فرگشت ستارگان پرجرم ضروری است. ابرنو اخترها همه از یک نوع نیستند و ویژگی‌های گوناگونی دارند. ابرنو اختر پدیده نادری است و به طور آماری هر 100 سال تنها 3-4 بار در کهکشان ما روی می‌دهند. همه آنها را نمی‌بینیم چون ستارگانی که منفجر می‌شوند در فاصله‌های بسیار دور قرار دارند و بیشتر آنها در درون ابر ستبری از گاز و غبار نهفته‌اند. اما چه بر سر ستاره می‌آید؟ به دنبال انفجار هسته مرکزی ستاره به روی خود می‌رنبد، فرو می‌ریزد و چنان متراکم می‌شود که همه اتم‌های بازمانده در هم فشرده می‌شوند و به ذره‌های نوترون تبدیل می‌گردند. چیز متراکمی پدید می‌آید که تنها از نوترون ساخته شده است. به آن ستاره نوترونی می‌گویند. با اینکه اندازه ستاره در آغاز چند میلیون کیلومتر بوده، ستاره نوترونی تنها چند ده کیلومتر خواهد بود. یعنی صدها هزار برابر کوچکتر. چگالی ستاره نوترونی از چگالی هسته اتم بیشتر است. ستاره نوترونی با سرعت سرسام‌آوری به گرد خود می‌چرخد. 30 بار در ثانیه. دارای میدان مغناطیسی بسیار شدیدی است. 10^12 گاوس، یعنی 10 میلیون برابر نیرومندترین میدان مغناطیسی که تاکنون انسان توانسته در آزمایشگاه‌ها پدید آورد. در این تصویر میغ خرچنگ را می‌بینید که با تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است. فاصله اش از ما 6500 سال نوری و قطرش 11 سال نوری است. یعنی قطران نزدیک به 700,000 برابر فاصله زمین تا خورشید است. گازهایی که می‌بینید بازمانده انفجار آن ستاره پرجرم سده 11 هم است. ستاره نوترونی را که در ناحیه‌های مرکزی قرار دارد نمی‌بینید چون از خود نور دیدنی نمی‌تابد، ولی با روش‌های دیگر می‌توان آن را دید و مطالعه کرد. گازها با سرعت 1000 کیلومتر در ثانیه در گسترشند. این گاز که در آغاز در درون ستاره بوده و دمایش به میلیاردها درجه می‌رسیده، همکنون پس از 1000 سال سرد شدن به دمای میانگین 15,000 درجه سانتیگراد رسیده است. آخرین باری که ابرنو اختری در کهکشان راه شیری منفجر شد و از زمین آن را دیدند سال 1604 بود. همکنون با تلسکوپ‌های توانایی که داریم می‌توانیم چنین پدیده‌ای را در کهکشان‌های دوردست ببینیم. هر سال پدیدار شدن 10-15 ابرنو اختر را در کهکشان‌های دیگر ثبت می‌کنیم. وقت ما به پایان رسید در دو کلمه. ما جزئی از این ستارگان هستیم. بسیاری از عنصرهای شیمیایی که کره زمین و بدن ما را تشکیل می‌دهند، به ویژه آهن، در این ستارگان به وجود آمدند. اگر این ستارگان وجود نمی‌داشتند، ما نمی‌توانستیم وجود داشته باشیم. گلبول‌های سرخ خون که اکسیژن را از ششها به اندام‌های بدن می‌رسانند، دارای هموگلوبین هستند. هموگلوبین از اتم‌های آزوت، هیدروژن، کربن و اکسیژن درست شده که در ساختاری پیرامون اتم‌های آهن گرد آمدند. رنگ سرخ خون هم به سبب وجود آهن است. اتم‌های آهنی که در خون ما هستند در درون ابرنو اخترها پدید آمدند. پس از انفجار این ستارگان اتم‌های آهن در فضا پراکنده شدند. اینکه ما چگونه به وجود آمده ایم داستان دیگری است که آن را برای وقتی دیگر می‌گذاریم.
نام خدا علم برافراختند و از اردوی دین بر آدمی تاختند، شرم و شرف از جهان برانداختند تا از دو جهان جهنمی ساختند. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. امروز میخوام درباره تناقض بنیادین حکومت اسلامی که متکی به قواعد و دستورات شریعت است با دولت مدرن که پس از مشروطیت در ایران بنا نهاده شد و 100 سال بیش از 100 سال دوام آورد سخن بگم. میدانیم که حاکمان اسلامگرای معاصر ایران با کنترل و پس از حذف همه نیروهای آزادیخواه و طرفدار دولت مدرن حکومتی تشکیل دادن که نمیتوانست یکسره تاریخ 100 ساله دوران جدید و دستاوردهای اون را نفی کند و پیدایش نهادهای مدرن دولت ملی و تشکیلات و انستیتوشن‌های اجتماعی، حقوقی و فرهنگی و نظامی رو در ایران نادیده بینگارد. روحانیتی که به خدعه و نیرنگ و به خصوص به قساوت غیرقابل تصوری و روزا چیره شده بود، نمیتوانست تنها به شریعت که جزان چیز دیگری در چنته نداشت تکیه کند. از این رو ناگزیر بود ساختار و تشکیلات نظام مدرن 100 ساله ایران را حفظ کند و از آن برای استقرار برنامه شریعت مدارانه خود که به آن نام حکومت اسلامی و بعد جمهوری اسلامی و ولایت فقیه داد بهره برداری ابزاری کند. از این رو دست به کاری زد که بیشباهت به پیوند اسکنه‌ای که در کشاورزی مرسوم است نبود. روحانیت فاتح پس از انقلاب 1357 وجود دولت مدرن بازمانده از نظام پیشین را که میراث عصر مشروطه بود در حکم ظرفی دید که میباید محتوای شریعت مدارانه و اسلامی خودش رو در آن بریزد. در واقع نهادهای ریشه‌دار دولتی در ایران به تنه درختی شباهت یافتند که میباید با قطع تنه آن شاخه نظام جدید دینی بر آن پیوند زده شود. از این رو حکومت دین و شریعت اسلامی را روی نهاد دولت مدرن که از بنیاد با آن بیگانه و در تناقض بود سوار کردند. دولت مدرن حاصل مشروطیت ایران به گوهر با برداشت‌های سنتی از حکومت‌های استبدادی کهن بی ارتباط بود و حاصل گسستی ریشه‌دار و عمیق با سنت‌های خلیفه‌گری و سلطانی و استبدادهای کهن شرقی به ویژه در جهان اسلامی بود. هیچ یک از نهادهای سیاسی و اجتماعی که از عصر مشروطه به بعد در ایران بنا نهاده شدند از قرآن و سنت نبوی یا از خلفای عرب اموی و عباسی متأثر نبودند. مشروطه ایران و قانون اساسی آن مستقیماً متأثر از اندیشه های عصر روشنگری غرب و به خصوص تحت تأثیر انقلاب کبیر فرانسه و اندیشمندانی چون مونتسکیو، جان لاک، دیدرو، ولتر و روسو بود. قانون اساسی ایران اقتباسی بود از قانون اساسی بلژیک. نهادهای قانونی متکی به مشروطه برخواسته از اندیشه های انسان مداری پس از دوران رنسانس مغرب زمین بودند و تکیه بر مفاهیم مدرنی همچون حقوق انسانی، حقوق اجتماعی، حقوق طبیعی و حق شهروندی داشتند. یعنی از مفاهیم و اندیشه های الهام گرفته بودند که در دورانهای طولانی استبداد در کشور ما نضج نیافته و شکل نگرفته بودند و در هیچ یک از کشورهای مسلمان نشین سابقه ای نداشتند و اصولاً درک و فهم از حق و مفاهیمی مانند حقوق انسانی و شهروندی در فرهنگ جوامع سنتی مستبد شرقی که در اونجا مردم رعایا بودند و رابطه میان مردم و حاکمان چوپانی و رمگی بود
اصولا محلی از اعراب نداشت. مجلس ملی، تفکیک قوای سگانه، ایجاد نظام آموزشی مدرن و اجباری و رایگان، ایجاد دادگستری مستقل و متکی بر قانون و حقوق مساوی انسانها در برابر قانون، ایجاد ارتش مدرن و مفهوم دفاع از مرزهای ملی و دفاع از شؤونات و کیان و امنیت ملت در کادر دولت ملی، همه اینها جدید بودند. این مفاهیم و این اندیشه های ارجمند به هیچ وجه زیر دین اهل دین و مدیون افکار شریعت مدارانه نبودند. برعکس، همواره متولیان دین با تکیه بر جزمیات و دستورات شریعت بر علیه آنها ایستادگی می کردند و چوب لای چرخ آنها می نهادند. شعار مشروعه در مقابل مشروطه در واقع به همین معنا بود. در دوران مشروطیت هم به مفاهیمی مانند قانون و تجدد و آزادی و مفاهیم دیگری مثل ملت و حق به اصطلاح حق فردی و حق رأی به رغم اهل دین و به رغم مخالفت آنها در ایران پیدایش یافته و پا گرفته. همراهی برخی از اهل دین در مشروطه در واقع به معنای دینی بودن و شریعت مدارانه بودن این مفاهیم و این اندیشه ها نبود. این ارزش ها همه چنان که گفتم متکی بر دستاوردهای عصر مدرن و انقلابات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری، صنعتی و فکری پس از عصر نوزایی و روشنایی غربی بود. حاصل این انقلابات صاحب حق شناخته شدن انسان فارغ از آیین و مسلک او، مساوی دانسته شدن او بیرون از تعلقات آیینی و نژادی و قومی و ایل و تبار و رنگ و شکل او بود. چون این حقی هرگز در هیچ کشور مسلمان نشین به رسمیت شناخته نشده و اصولا ممکن نبود بر بستر استبدادهای کهن که به قواعد شریعت و به اهل دین پشت گرم بودند چون این مفاهیمی موجودیت یابند. بنابراین مشروطه ایران یعنی صاحب حق شدن انسان ایرانی و صاحب قانون مدرن شدن کشور ما، مدیون عصر روشنگری و اندیشمندان بزرگ غربی و سپس منورالفکران عصر مشروطیت بود. اگر ایرانیان به این حقیقت خوب توجه کنند، دلیل این همه کینه و نفرت مرتجعان ملا و مکلای واپسگرا و ضد آزادی رو بر علیه غرب و فرهنگ آزادی برخواسته از مغرب زمین درک خواهند کرد و خواهند فهمید هنگامی که ارتجاع ایرانی از غرب زدگی دم میزند با چه ارزش‌های دشمنی دارد و خواهند دانست چرا اسلام سیاسی با تمدن مدرن و با اندیشه‌های انسان‌گرایانه دشمن است. مفاهیم مدرن آزادی و دموکراسی و قانون و حق حاصل وزیدن و دمیدن هوای تمدن مدرنند و از راه غرب و شمال غربی ایران یعنی از تبریز و مراغه و باکو گذشتند و سرزمین ما را در نوردیدند و به انقلاب مشروطه منجر شدند. حالان که اسلام و قواعد و دستورات شرعیش در همان 1400 سال پیش ماندند، آنها دوگم ها و جزمیات دینی هستند که تغییر پذیر نیستند و نخواهند بود. اصولاً اسلام بیرون از قرآن و سنت و حدیث که همین فقها و متکلمان و محدثان و ملایان و مفتیان نماینده و راویان ها هستند، صاحب اندیشه دیگری نیست و هرچه هست میباید مهر خورده و مؤید آنها باشد تا به چماق تکفیر گرفتار نشود. از این رو شریعت اسلامی فاقد اندیشه سیاسی منطبق بر نیازهای جامعه مدرن است. متاسفانه در فرصتی که هست من این بحث رو نمیتونم به پایان ببرم، از این رو اینجا متوقف میکنم و بقیه این موضوع رو برای فرصت بعدی میگذارم، اما فرصت هست که یک شعری براتون بخونم. دیریست راه هم از تو جدا افتاده است، کار قرار ما به خدا افتاده است. در کوی دوست دایره سرنوشت ما خونین
به چنگ اهل ریا افتاده است. چون ساز زهره قصه دلهای عاشقان زیر بساط کین ز صدا افتاده است. ابلیس پیر مست به تنجامه خدای یک سر به جان هستی ما افتاده است. این ناسزا که ساخته دست ماست خوش در زاد و بوم ما به سزا افتاده است. از جور فقه و شرع وطنسوز آتشی در کارگاه شرم و حیا افتاده است. بیمار چون کند که ز اطراف خانش تا اون برون نرفته وبا افتاده است. پرتاول است پای و شکسته است بال و پر، و ناکجا نگر به کجا افتاده است. شاد و سرفراز باشید.